الان توی بانک بی ام او هستم. اینجا 2000 دلار کش منو گم کردن. حالا نمیدونم به چه صورتیه، شما دیگه خودت بدون. آقای لباس سفید پوشیده همچنان داره دنبال پول ما میگرده. تقریبا 20 خورده دقیقه هم هستش ما اینجا گذاشتن. مشتری هم اینجا بایستادن من خدا تو صفن. داری دنبال پول میگردی، یعنی نمیدونی واقعا پول کجا گذاشتی؟ یا رو میز گذاشتی تو کشوی جایی دیگه، پولی که ول نکردی رو زمین کرد. همچنان پول ما دستشه، داره این ور اونور میچرخه. همه خانم آقایون، شروین هستم و اینجا شروین تاک. امروز اومدم با 2 همکار، یکیشو که قبلا میشناسی، یکیشم جدید اومده. قبلیه که این هوش مصنوعی کوچکی مخنگه، الان هم عصبانی شده داره دست پا میزنه، و دومی هوش مصنوعی جدید که پرده انداختیم روش، میخواییم مثلا رونمایی کنیم. یه هوش مصنوعی که اینو میخوره. درسته، بچه هایی که توی شورت ویدیو این ویدیوهای هوش مصنوعی ایمو رو پیگیر هستن و دارن میبینن، خودشون میدونن دیگه چه کارهایی اینا دارن. ولی به هر حال امروز در مورد بردگی در کانادا و سیستم بانکی کانادا میخوایم با هم صحبت کنیم، ببینی چه سیستم عجیب غریبیه که کلن همه ماها میریم زیر این داستان برای 20-25-30 سال و عمرمون رو میذاریم و آخرش هم میبینی تهش چی؟ هیچی نیست. حالا برای توضیح میدم، ببینی که بانک های کانادا چجوری هن، رتبه بردگی چیه اصلا، و اینکه دستت بیاد چه بانک هایی بایستی که حساب باز بکنی، با چه بانک هایی کار نکنی، کدومشون پدرسوختن، کدومشون به نفع تو کار میکنه. البته که بانکی نیستش که به نفع تو کار بکنه، ولی در کل اینه که بالاخره یه چیزایی دستت میاد که حتما به دردت میخوره. دوست دارید که کامنت میذارید، نظر میدید، به خصوص روی این ویدیوهای ایمو که بابا اصلا دمتون گرم ترکونید. دوستانی هم که تازه با این کانال آشنا شدین، یادتون نره دکمه لایک خوشگله سابسکرایب هم بزن که ویدیوهایی که هر هفته میذارم جا نمونی و ببینی. برو بریم بررسی رتبه بردگی و سیستم بانکی کانادا. دوستان خوش اومدید، بریم سراغ برنامه که در مورد رتبه بردگی میخوام باهاتون صحبت کنم در کانادا. رتبه بردگی من اسمشو گذاشتم، خب یعنی همون کردیت سکور یا اعتبار سنجی که حالا بهش میگن توی کانادا. از هر فردی که تو کانادا به دنیا اومده یا اینکه مهاجر وارد کانادا میشه و اینجا زندگی میکنه، یه کد ملی داره که اصطلاحاً بهش میگن سین نامبر، سوشیال انشورنس نامبر، و روی اون یواش یواش به مرور زمان کردیتش ساخته میشه، یعنی اون رتبه بردگیش میره بالاتر. این یعنی چی؟ ببین، این کردیت سکور یا اون امتیاز تو کل کانادا از 300 شروع میشه تا 900. خب کسی که مهاجر پاشو میذاره تو کانادا به عنوان نیوکامر وارد میشه، این اسکور از بین 520 تا 550 شروع میشه، خب که کردیتش ساخته بشه بره جلو. حالا چه کردیتی یا چه اعتباری از نظر بانک‌ها و سیستم مالی مناسب هست؟ امتیاز بین 660 تا 724، یه جورایی اکثر مردم رو این رنج دارن میچرخن،
اوکی هست براشون و بانک ها یا سیستم مالی دولتی و این صحبت ها قبول داره. زیر 650 بیای در واقع به عنوان کردیت ضعیف، رتبه بردگی ضعیف شناخته میشه شخص و در نتیجه بانکی پیدا نمیشه بهش وام بده، کردیت کارت بده و این صحبت ها، و بره سراغ مؤسسات خصوصی یا همون بانکای خصوصی خودمون که با بهرهای بالا کردیت کارت و این صحبت ها میدن. البته نظر من هر چی که فرد که وام نگیره بتونه نقدی زندگی بکنه و درآمدش انقدر باشه که همه چی رو نقد بخره، خونه رو نقد بخره، ماشین رو نقد بخره، همه چی رو نقد بخره، هیچ وقت تو این سیستم بردگی نمیره. این سیستم سیستمیه که همه مردم آمریکای شمالی رو نگاه کنی دارن کار میکنن صبح تا شب که آخر ما چیکار کنن، تمام قسطاشون رو بدن، تمام بیل پیمنت هاشون رو پرداخت بکنن. حالا در کنارشون خیلی هم دارن سود آنچنانی میکنن، من در مورد اون قشر خوب روبه پایین دارم صحبت میکنم، متوسط و حتی تازه وارد، که درگیر این مسائل میشن، به خصوص کسای دوستانی که از ایران میان. ببین من سابقه بانکای زیادی رو دارم تو کشورهای مختلف، مثال میزنم توی امارات من انواع بانکا رو سابقه داشتم باهاشون، توی کانادا سابقه داشتم و به خاطر همینه میدونم که چه فرقایی با هم دارم. مثلا سیستم بانکی کانادا خیلی آغاز نسبت به سیستم بانکی امارات و حداقل شفافتر میره جلو، روشنتر میره جلو، ولی اونجا نه، اونجا یه حالت تبعیض نژادی هم در واقع با کسی که حساب بانکی داره روش انجام میشه. اتفاقی که میفته، شما وارد کانادا میشی، داری اینجا زندگی میکنی، میای کردیت کارت میگیری، مثلا 20,000 دلار، 10,000 دلار، هر چقدر لاین آف کردیت میگیری که معمولا 5,000 دلار، 10,000 دلار شروع میشه. بچه همون هم داره تموم میکنه، باید بره خونش بخوابه. شما بیایی میگی من سیستم مالیم شفافه، من فاینانشال ادوایزرم خودم، اصلا من میشینم همه اینا رو تحلیل میکنم خودم، حساب دارم یه پا، میگیری میذاری تو صندوق تو کشوت، دست بهش نمیزنی، میخوای مثلا به ای که من حواسم هست. ولی اینجوری نیست، یه زمانی یه اتفاقاتی تو زندگی میفته، خود میدونی که بالا پایین داره زندگی، فامیلت مریض میشه، نمیدونم خودت مریض میشی، بیکار میشی، پول نیاز داری، مجبوری بری سراغ اون و از اون لاین آف کردیت یا کردیت کار برداشت بکنی. تو ایران خب ما همچین چیزی نداریم دیگه، تو ایران همچین سیستمی نیست، کردیت کارتی وجود نداره که بانک بیاد بگه آقا مثلا 10,000 دلار مال تو برو خرج کن. وام هست ولی کردیت کارت نیست. در نتیجه شما میگی که حالا میرم، من که دارم کار میکنم، ماهیانه هم انقدر میتونم بزنم کنار برای این، میرم انقدرشو باید خرج کنم، خرج بود. به محض اینکه رفتی ورداشتی تمام، یعنی افتادی تو همون چاله بردگی که بهت گفتم. وقتی هم بیفتی تو اون چاله ته نداره، یه سری ها سرشن، یه سری وسطشن، یه سری تهشن. من به عنوان کسی که توی این کشور زندگی کردم و سابقه زیادی هم دارم با بانک‌های مختلف، چه لازه حساب‌های شخصی، چه لازه حساب شرکتی، پیشنهاد بهت میکنم که تا جایی که میتونی اصلا نقد زندگی کن. اصلا کی براش کردیت واجبه یا خوبه؟ کسی که میخواد خونه قسطی بخره، کسی که میخواد ماشین قسطی بخره، کسی که میخواد به صورت قسطی زندگی کنه. اینجوری بهت بگم خلاص، کسی که میخواد قسطی زندگی کنه، زندگی قسطی، بایستی که همش حواسش به کردیتش باشه، آخ نیفته، آخ فلان نشه، آخ بسارش، که یه چیزی هلوشه 80% مردم کانادا روی این سیستمه. فکر میکنم خیلی خوبه، خیلی چیز مناسبیه. ولی من بعد از این همه مدت الان میبینم که نه، اطرافیان رو نگاه میکنم، تجربه دیگران رو نگاه میکنم، اینم همه افتادن توی دونه چالهی که فقط باید بدوان،
مثل این بازی های کامپیوتری هست، یه دونه گوله سنگ گنده داره میچرخه میاد روشون یا طرف داره میدوه، این هم حکایت همونه، وایس زیر اون له شده. و شمایی که میای اینجا زندگی میکنی حواست باشه تو این چاله نیفتی. پس به خاطر که تو این چاله نیفتی بهتره که سراغ کریدیت کارت نری، سراغ اینم رفت خوابید، سراغ وام نری، هر چی در میاری خرج کن. اینجوری خیلی بهتره، میدونی چرا؟ چون اینجوری باعث میشه اصلا تو حس کنی که هیچ گونه بکاپی از بانکی چیزی نداری که بخوای روش حساب بکنی، میری سراغ کار کاسبی درست و کار میکنی، در میاری خرج میکنی، هر چقدر دلت بخواد در میاری خرج میکنی. هیچکی هم باید نیست سر ماه یه دونه کاغذ برداشته آقا شما 2000 دلار ما خرج کردی، بیا بهره 2000 دلار رو مثلا بده. بهرهشو که میدی هیچ، هنو اون 2000 دلار سر جاشه، مگه اینکه بری جلوتر تسویه کنه. اینم گفت منم یه صحبت کنم ماین میزیم و بعد خلاصه. آها راستی اول ویدیو هم گفتم این هوش مصنوعی رو نمایی میخواییم بکنیم اصلا، اوف بیا و ببین چه شود با اون، این پسره این دختره، اصلا یه برنامه میشه، بیا و ببین. داستان بانکو که برات گفتم به این صورت، بانکو هم برای کسی که نیوکامبرن، جدید وارد کانادا میشن، تو برو اونجا بگو آقا من 30,000 دلار میذارم، به من کردیت کارت 30,000 دلاری باید بدی. بانک میگه اینجوریه نداداش، تو چه 30,000 دلار بذاری چه نذاری، تازه اومدی کانادا، اسکورت مشخصه چقدره، اون رتبه بردگیت، و من به تو 1,000 دلار میدم، 500 دلار میدم، 2,000 دلار میدم. و حالا تو اصرار میکنم من 30,000 دلار میذارم، 30,000 دلار میخوام. بانک میگه اوکی 30,000 دلار تو سیکیور میذاری، یعنی قفل میشه توی بانک، میمونه توی حساب، تو نمیتونی برداشت کنی، معادل اون 30,000 دلار بهت کردیت میده، شاید هم کمتر مثلا 25,000 دلار بهت بده، ولی 30,000 دلار تو حساب. بعد حالا چی؟ تو هرچی بری خرج میکنی 26 روز روش بگذره، تو بایستی که بیای بهره پول خودتی که گذاشتی تو حساب بیای به بانک بدی. این تیکش دیگه خیلی مسخره است، درست شد؟ این حواست باشه. اونایی هم که اینجا زندگی میکنن و کارمندن، چرا اینجا تو نورت آمریکا زندگی کارمندی بیشتر روش حساب میکنن تا کسی که اینجا کسب و کاری داره برای خودش؟ برای اینکه میدونن اون یه مبلغ سر ماه داره، و حالا چه کم چه زیاد چه متوسط، و اینکه بانک میتونه بهش بیاد کردیت کارت بده، وام بده، نه حالا وام آنچنانی ها یا کردیت کارت آنچنانی، در حدی که شغلش هست و درآمدش هست. از اون ور طرفو بچاپه تا جایی که میتونه، یعنی ماهیانه ازش بهره بگیره، بهره بگیره، بهره میگیره، و طرف نگاه میکنه و من اومدم کانادا مثلا پیشرفت کنم، ولی گیر کردم توی این قسطا، تکون بخورم این ندم، اگر 2 ماه پشت سر هم شخص قسطشو اینجا نده، 2 ماه پشت سر هم تموم شد، یعنی کردیتش خراب میشه، اون رتبه بردگیش خراب میشه، و عملاً بانکای بهش هیچ وام دیگه ای نمیدن تا معمولاً که 7 ساله، ولی خب بستگی داره که مبلغ چقدر باشه و اون دستی که عقب افتاده چند بار باشه. سیستم اینجا اینجوریه، به خاطر همین خیلی هم میان اینجا با یه آرزو امید، میگن آخچون بریم کانادا پیشرفت میکنیم، بعد یه دفعه میفتن تو مسائل واقعی زندگی، بخصوص دانشجوها. دانشجوی میاد بگه اوه چون من اومدم کانادا درس میخورم، فارغ التحصیل میشم، میرم علم میکنم، بل میکنم، این کارو میکنم. 2 سال میگذره میبینه اوه دانشجو داره درس میخونه، حالا درسته داره میره جلو علاوه درسی، ولی توی بدهی هم افتاده. صحبت من توی این ویدیو با شما دوستان عزیزان شروین تاکی همینه، میدونی حواست باشه میای تو کانادا،
گیر نکنی، توی رتبه بردگی نیفتی. توی من خودم شخصا الان به این نتیجه رسیدم که اصلا از این سیستم باید بیام بیرون و برم سراغ زندگی نقدی. اصلا من دلیل نداره بخوام خودمو درگیر سیستم بانک بکنم. چرا؟ چون هر قانونی اونا بذارن من باید گوش کنم. من میخوام خونه بخرم، اوکی پولم چقدره؟ به جای مثلا یه خونه سه خوابه اندازه یه خوابه است، پول نقدم، میرم نقد یه خوابه رو میخرم تا اینکه بیام سه خوابه رو بگیرم بندازم خودم رو توی ماهیانه قسط بدم. خیلی ها اینجوری هن. اصلا کانادا تا الان بیه برای یه کانادایی حرف منو بزنی میخنده. آقا نه دیگه، ما مورگیج میگیریم، وام خونه میگیریم، 25 سال هم قسط میدیم دیگه. اینجا کسایی هستن مثلا طرف میبینی پیر شده، 25 سال 30 سال قسط خونه‌شو داده، مثلا آخرین قسط خونه‌شو میده، پارتی میگیره به خاطر که مثلا وامشو صاف کرده، خونه حالا تازه خونه واقعا مال خودش شده دیگه، توی رهن بانک نیست. من چرا باید جوری زندگی بکنم که گیر بیفتم توی این تله و یه جوری در واقع بشم برده بانک، کار بکنم روزانه، از عمرم بذارم که بیام قسط بانکو بدم، پول تو جیب بانک بریزم، از اون و حالا که مالیات که باید بده هیچ، حالا میگه مالیات داری میدی، مالیات صحبتش شده است، ولی دیگه قسط بانک و بهره بانک دادن زور داره. البته بانک های اینجا باز میگم نسبت به بهرهی که جاهای دیگه دارن خیلی آقا هن. ولی بازم بهره بهره است دیگه، در هر اندازهی باشه بالاخره پولیه که از جیبت داره میره، از خانوادت داره میره. پس حواست باشه که چجوری پول خرج میکنی اینجا، رتبه کردیت اسکورت یا بردگی تو دوست داری حفظ میکنی. ببین الان خیلی هستم میگم من اصلا از زندگی خوشم، من دوست دارم نو استوب برم سرکار 5 بعد از ظهر بیام خونه، 6 بعد از ظهر بیام خونه، همینو دوست دارم. قسطم هم در ماه میدم، انقدرم در ماه بیشتر نمیخوام بخورم و بخوابم. اون تکلیفش روشنه، طرف یه همچین زندگی رو انتخاب کرده. ولی اکثر ماها که اینجوری نیستیم، که به خصوص ایرانیا، اکثر ایرانی که اصلا اینجوری نیستن، همه دنبال پول درآمد نمیدونم پول ساختن و این صحبت ها. پس اصلا دلیل نداره خودتو بندازی تو این چاله. این ویدیو برای دوستانی که تازه دارن میان کانادا یا دارن اینجا تازه وارد شدن زندگی کنن، حتی دوستانی که اینجا دارن زندگی میکنن، الان حرف منو خوب میفهمن اونا من دارم چی میگم. اونایی که دارن این ویدیو رو میبینن و سالهاست توی کانادا دارن زندگی میکنن یا تو آمریکا دارن زندگی میکنن، خوب میفهمن که آقا شروین بیرا نمیگه، داره درست میگه. ما افتادیم توی چاله‌ای که سر ماه باید قسط بدیم، پول پرداخت کنیم، پول بانکو بدیم، حالا اگر تش سر ماه چیزی مون که باید پسنداز کنیم، اگر نموند که هیچی دیگه، رفتیم دوباره یه جای دیگه باید پول قرض کنیم، دوباره میریم توی چاه بیشتر، میفتیم توی چاه دوم. این تجربه شخصی منه. حالا بریم سراغ بانکایی که باید توش تو حساب وا کنیم و توش حساب نکنی. ببین یه سری بانک ها هستن، مثال میزنم بانک آف مونتریال یا بی ام او، اولین بانک کانادایی است که اصلا کد بانکیش 201ه، خب یعنی اولین بانک کانادا بوده، همه جا هم شعبه داره و خیلی معروف هم هست و خیلی از خدمات بانکی رو انجام میده. بانک تی دی هست، بانک آر بی سی هست، بانک سی آی بی سی هست، بانک اسکوشیا بانک هست، بانک های خصوصی پرایویت تر هستن مثل تنجرین هست، بعد دیگه خیلی بانک ها اینجا هستن که اینا معروفاش بود که من برای تعریف کردم. ولی شما میری بانک آر بی سی حساب باز میکنی. بانک آر بی سی همون بانک ملی خودمونه که همه بالاخره تو اون بانک یه حسابی دارن، از کوچیک و بزرگ. شما اگر بیای پرداخت نکنی قسط تو، مثلا کردیت کارت گرفتی یا وام گرفتی، دو مرتبه پرداخت نکنی، بانک آر بی سی بانکیه که باهات حرف میزنه، نگوشیت میکنه، نام نگاری میکنه، میگه بیا مشکلتو حل کنیم، بیا کارش بکنیم. بانک بی ام او اولین کاری که میکنه حساباتو میبنده. خب اولین کاری که میکنه حساباتو میبنده، دسترسی به
اینترنت بانکت هم میبنده که اصلا خیلی مسخره است و بگی آقا من استیتمنت میخوام بگیرم، نمیدونم گزارش بانکی میخوام بگیرم ببینم تو چه وضعیتم، میگه بابت هر برگه باید $5 بدی پرینت کنه بهت بده، هر برگه $5 و حواست باشه بی ام او اما بانک های خیلی اگریسیویه که رحم و مروت نداره. میای شما سراغ بانک های دیگه مثلا CIBC میای بری حساب شرکت واو کنی، مثلا یه شرکتی زدی میخوای بری حساب شرکت واو کنی، میاد میگه چی؟ میاد میگه من باید کردیت اسکور تو رو چک کنم، همون رتبه بردگی تو. تو میگه آقا برای چی؟ من که شخصم، این شرکته، من شیرهولدرم، من جزء سهامدارم، ممکنه برم بیرون یکی دیگه جای من بیاد تو شرکت که سر جاشه. حالا اگر شرکتتون سول باشه اصطلاح اینجا بهش میگن که خب آره تمام ضرر و زیان ها پای شماست، اگر شرکتتون اینکورپوریشن باشه اون شرکت یه شخصیت مجزا داره که تمام ضررهای مالی میتونه به عهده خود شرکت باشه نه افرادی که جزء اون شرکت هستن به عنوان سهامدار. البته این بستگی داره روز اولی که آرتیکل شرکتتون یا شرکتتون ثبت میشه اون آرتیکل نوشته میشه چه چیزایی رو توش ذکر بکنی، که روزی که میای بانک حساب وا میکنی حواست باشه تو رو به عنوان مدیر شرکت هستی یه موقع به عنوان ضمانت چی بهش میگن کسی که ضمانت میکنه اون پولی که داره میگیره نزنن، نگم آقا تو امضا کن برگره و شرکت داره مثلا $50,000 میگیره تو بیا اینو امضا کن که اگه شرکت زرکت تو این پولو باید بدی. خیلی از ایرانی ها نمیدونن و اصلا نمیدونن همچین داستانی هست، بانک یه سری کاغذ میذاره جلوشون انقدرم ریز ریز نوشته که اصلا طرف هم اونجا وقت نداره بخونه، امضا میکنه همجا امضا میکنه میره جلو. بعد اگه یه کردیت کارت تو شرکت بگیره، یه وامی رو اون شرکت بگیره، اینا پرداختشو نده، حالا اون شرکت رو اصلا میخواد ورشکسته اعلام بکنه به هر دلیلی، ضررش رو این آقا باید بده، نده میذارن رو کردیتش، اون رتبه بردگیش داغون میشه میافته. میدونی منظورم چیه؟ پس حواست باشه بانک میری حساب باز میکنی، روز اول به اون خانومی آقای بانکی بگو تمام محدودیت هایی که این حساب داره برای من به من بگو. حساب هم که اینجا اکثر سیستم بانکی اینجا اکثرا خیلی شبیه همن، زیاد فرقی نداره، هر کدومشون هم برای حسابه یه پکیجی داره، حساب چکینگ در که دست چک میده، حساب سیوینگ که مثلا رو اون دست چک صادر نمیشه، حساب اینوستمنت سرمایه گذاری و از این صحبت. حالا اکثرا حساب چکینگ باز میکنن که اون همون و حساب روزانه هستش و خرج میکنن ازش، رو اون یه دونه آبربانک، کارت آبربانک یا دبیت کارت هم دریافت میشه. سعی کنید بانکی بگیرید که دبیت کارتش ویزا کارت باشه، که اگر شما خواستی از کردیت کارتت استفاده نکنی، میخوای خرید آنلاین داشته باشی، چه میدونم میخوای بری خرید اینترنتی داشته باشی یا پول تلفونتو بدی آنلاین، این صحبت ها از اون دبیت استفاده میتونی بکنی به صورت آنلاین چون ویزا هستش. ولی اگه بری از کردیت کارت استفاده کنی میفته داستان همون بدهکار شدن به بانک و این صحبت. پس حواست باشه که از کجا شروع میکنی توی بانک و کجا داری میری و چه قرارمداری با بانک میذاری و چه چیزایی رو امضا میکنی. یه سری بانک ها هستن که گفتم کردیت چکت میکنم، مثل RBC، مثل CIBC. RBC و CIBC یه مجموعه هن در واسه، CIBC نیز یه مجموعه، RBC تا اونجایی که یادمه. ولی بانک های TD و اینا شما رو کردیت چک نمی کنن برای این داستانی که صحبت کردن، و به خصوص نیو کامبرا، اونه که با ویزای ویزیتور اومدن داخل، چه بانکی براشون بهتره؟ TD خیلی بهتر براشون حساب باز میکنه، حساب باز میکنه ولی با شرایط محدود و یه محدودیت خاص که چقدر پول میتونه بذاره نهایت، چقدر پول میتونه برداره نهایت، یه محدودیت یه لیمیتی برای این قضیه داره.
ببین این برنامه انقدر میتونه طولانی باشه صحبته که من میکنم که اصلا نمیگنجه. من اینو باید دو سه قسمته صحبت کنم، چون هر کدوم از این بانک ها یه سری داستان داره. من باید صحبت کنم، تجربه شخصی خودم رو با اینو براتون بگم که چه اتفاقی میفته، تجربه افرادی که دیدم، ایرانیایی که باهاشون بودم و دیدم که چه اتفاقی براشون افتاده. فعلا برنامه رو تا اینجا داشته باشیم، حالا هفته های بعد ایشالله من میام تک تک هر کدوم یه برنامه میذاریم بابت مثلا RBC، بابت CIBC که چه چیزایی رو شما نیاز داری بری مثلا اونجا حساب واکنی، یا چه چیزایی موقع کردیت کارت گرفتن یا موقع وام گرفتن حواست باید باشه، چه چیزایی امضا کنی چه چیزایی رو امضا نکنی. این بچه همونم خوابش گرفتیه، داره چورت میزنه، صداش در اومد. خلاصه مرسی که تا اینجا همراه من بودی و وقت گذاشتی این ویدیو رو نگاه کردی. فکر میکنی که این ویدیو برای دوستانت یا فامیلت میتونه مفید باشه، حتما بفرست. اونی که مثلا تو کاناداست تازه اومده یادت نره، اونایی هم که تازه با این کانال آشنا شدن لایک، خوشگل، سابسکرایب، اینا همه یادتون نره که ویدیویی که میذارم جا نمونی ببینی. اون زنگوله رو بزن که نوتیفیکیشنش برات بیاد و مطلع بشی. خورا پف میکنم. مرسی که تا اینجا همراه من بودی. سلامت و پولدار و موفق تا برنامه بعدی.